سلام، امروز میخوایم نحوه استفاده از تابع تکست رو برای شما شرح بدیم. تابع تکست یک متن مورد نظر ما رو با فرمت معینی در میاره و در خروجی وارد سلول مورد نظر میکنه. خب فرموله تابع رو ما اینجا داریم. قسمت اول value یعنی مقداره، یعنی اون متنی که ما میخوایم به حالت دلخواه در بیاد، حالا متن، عدد، هر چیزی که هست میخوایم به صورت فرمت مورد نظر ما در بیاد. دومین ورودی یا ارگومانش هم فرمت تکسته، یعنی فرمتی که مد نظر ما هست. فقط به خاطر داشته باشید این فرمت همیشه باید داخل دابل کوتیشن گذاشته بشه، وگرنه عمل نمی کنه. خب ما اینجا یه سری ورودی داریم که میخوایم تمرین روش انجام بدیم تا کاملا این تابع رو درک بکنیم. روبروی هر ورودی فرمولی که میخوایم روش اعمال بشه رو برای شما نوشتیم که راحت تر متوجه فرمول بشید. خب اولیش میخوایم این متر، این عدد رو که هست 1.34000 به شکل مورد نظرمون در بیاریم. خب اگر توی فرمت از صفر استفاده کنیم به همون شکلی که مورد نظرمون هست، تابع میاد اون تعداد اعشاری که ما به عنوان صفر وارد میکنیم و در خروجی به ما میده. به چه صورت؟ اینجا خب ما تابع رو مینویسیم همینجوری که اینجا فرمولش رو داریم مشاهده میکنید، این همین رو من اینجا فقط مینویسم که کاملا قابل درک باشه. K2 یعنی اون سلولی که توشون تکست یا ولیو ما هست، کوتیشن صف نقطه، نقطه اینجا منظور ممیزه، در واقع پوینت هست، ممیز هست، سه تا صف. خب این سه تا صف یعنی ما میخوایم تا سه رقم اعشار داشته باشیم، حالا حتی اگه صفر باشه رقم اعشارمون. اینو وارد میکنیم میبینیم که نتیجه شد 1.340، یعنی دو تا صفر حذف شد چون ما اینجا نمیخواستیمش، فقط سه رقم اعشار میخواستیم، اینم تو سه رقم اعشار داد، چون اینجا بعد از ممیز ما سه تا صفر گذاشتیم، یعنی سه رقم اعشار میخوایم. حالا یک زمان هست که رقم اعشاری رو میخوایم که دارای ارزش باشه، یعنی صفر بعد از اعشار، بعد از نقطه توی اینجا ارزشی نداره، آخرین صفرها هیچ ارزشی ندارن. خب اگر ما اینجا از مربع استفاده بکنیم به جای صفر، اون صفرهای بی ارزش رو حذف میکنه. به چه صورت؟ همون متن ما اینجا مینویسیم K3 دابل کوتیشن مربع نقطه مربع مربع، حالا هر تعداد اصلا مربع که مزید فرق میکنه، حالا اینجا گفتیم سه تا، این همون صفر سه تا میذاریم، میبینیم که دو رقم اعشار بیشتر نداد در حالی که ما سه تا مربع گذاشته بودیم. این دلیلش اینه که اون صفرهای بی ارزش رو حذف کرد که تأثیری توی مقدار عدد نداره. اما خب همین صفر وارد کردنم اعداد صفرهای اولیه یک عدد و ابتدایی رو حذف میکنه به هر حال، ولی صفرهای بعد از ممیز رو حذف نمیکنه. حالا اینجا با همین صفر اینجا امتحانش میکنیم، تکست K4 و صفر نقطه صفر صفر صفر، مثل همون مثال قبلی میبینیم که اعداد پشت 22 یعنی دو تا صفری که قبل شده حذف کرد چون اونا ارزشی نداره، ولی صفر بعد از ممیز اومد به اون تعدادی که ما میخواستیم. ولی اگر مربع استفاده کنیم به جای صفر توی فرمول، این صفر آخره اینجا هم نخواهیم داشت. خب حالا یک زمان ما یک مقدار تاریخی داریم، میخوایم اونو به عدد تکست تبدیل کنیم، برش گردونیم به تکست، اونم با فرمت مورد نظر خودمون. خب اینجا دوباره فرمول می نویسیم، تکست K5 و دابل کوتیشن. خب اگر اینجا ما دو تا دی بذاریم، اینجا دی منظور روز هست یعنی دی، ام منظور مانت هست یعنی ماه، و وای منظور یر یا همون سال هست یعنی بیانگر سال هست. خب اگر بخوایم اون عدد روزمون دو رقمی باشه، دو تا دی میذاریم براش، دو تا دی کوچیک میذاریم براش، یه اسلش میذاریم. حالا اگر ما هم میخوایم دو رقمی باشه، دو تا ام، سال هم میخوایم دو رقمی باشه، دو تا وای، داخل دابل کوتیشن میذاریم و میبندیمش. میبینیم اینجا همه اعداد رو دو رقمی کرد به اون شکلی که مورد نظر ما بود، یعنی اول سمت چپ روز 29، وسط ماه پنجم، و در آخر 19 که دو رقم آخر 2019 است.
حالا تو مثال بعدی میخوایم ماه و روز رو تک رقمی باشه، کافی همین فرمول رو بنویسیم، فقط به جای دو تا ام و دو تا دی هر کدوم یک دونه وارد بکنیم. خب تکست سلول K6 دابل کوتیشن D/M/ دوتا Y و میبینیم که عدد ماه که دو رقمی بود اینجا تک رقمی شد، دیگه اون صفر پشتش وارد نشد. حالا به همین صورت برای اینجا اگر ما 4 تا Y بذاریم هر 4 رقم سالو خواهیم داشت، یعنی 2019 وارد میشه. ما الان همین فرمول اینجا الان کپیش میکنم، میبینیم که روز و دو رقمی، ماه و دو رقمی و سالم 4 رقمی توی خروجی تابه داریم. حالا یک زمان میخوایم به جای عدد ماه اسم ماه نوشته بشه، مثلا نوامبر، فوریه، هر چیزی که هست. اینجا دیگه توی فرمول ما اسلش نمیذاریم و مقدار ماه رو یا 3 تا ام میذاریم یا 4 تا. اگه 3 تا ام بذاریم مخفف نام اون ماه توی خروجی خواهد بود، اگه 4 تا ام بذاریم اسم کاملش میاد، اسم کامل اون ماه. خب اینجا الان ما داریم تکست K8 دابل کوتیشن، خب روزمون میخوایم دو رقمی باشه، اینجا اسلش هم دیگه نمیذاریم چون نمیخوایم عدد باشه، اسلش دیگه نیازی نیست. 3 تا M 4 تا Y برای عدد 4 رقمی سال و میبینیم که برج 5 یا ماه 5 که میشه ماه می رو اینجا مخففش رو نوشته. خب می اینجا خودش به هر حال سه حرفی هست، چه مخففش خودش همون سه حرف هستش. حالا من میام اینجا به خاطر اینکه متوجه بشی تاریخ رو عوض میکنم توی مبدا، مثلا میزنم 1/1/2019. اینجا میبینیم که جانویه رو مخفف آورده. حالا اگر من همین تاریخ رو پایین وارد کنم و بنویسم به جای 3 تا ام 4 تا بذارم، میبینیم که اسم کاملش رو مینویسه. نمونهش انجام بدیم، تکست K9 برای 2 تا دی برای روز، 4 تا ام برای نام کامل ما، حالا یک دونه وای برای سال، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اگر یک دونه برای سال بذاریم وای و همون دو رقم آخرش به هم نشون بده، یعنی دو تا وای با یه دونه فرق نمیکنه، اما میبینیم که نام ماه رو اینجا کامل نوشت، دیگه مخفف نیست ولی همون تاریخ هستش. خب توی قسمت بعدی ما میخوایم فقط ساعت رو از این رشته متنی خارج بکنیم، زمان رو خارج بکنیم، یه تاریخش رو نمیخوایم. خب اینجا میتونیم از این فرمول استفاده بکنیم، دو تا اچ اول بیانگر ساعت، دو تا ام بیانگر دقیقه و دو تا اس بیانگر ثانیه است که بینشون با دو نقطه فاصله افتاده. خب الان من همین فرمول رو کپی میکنم توی این سلول که به صورت فرمتش جنرال هست، میبینیم که اونجوری که ما میخواستیم ساعت رو در آورد. اینجا حتی ثانیهش هم نبود، ولی چون اینجا ما ثانیه رو زده بودیم ثانیهش هم اینجا منظور کرد توی خروجی، در حالی که توی ورودی نداشتیم، تاریخ داشتیم توی ورودی ولی توی خروجی نداریم چون نخواسته بودیم توی فرمول، فقط ساعت رو خواستیم. حالا یک زمان هست که ما فرمت زمانی 12 ساعته میخوایم، 24 ساعته نمیخوایم، کافیه که به این شکل که اینجا مشاهده میکنید ما فرمول رو وارد کنیم. الان من همین فرمول رو کپی میکنم، میبینیم که بعدش پی ام آورد، یعنی ساعت 11 بعد از ظهر یا شب در واقع میشه. اینجا 23 بود کردش 11 و چون برای مقدار دقیقه، ثانیه و ساعت تک حرفی زده بودم، دقیقه و ثانیه رو تک رقمی آورد، یه صفر رو پشتش نذاشت. فقط توجه داشته باشید که اگر همونطور که گفتم برای فرمت دابل کوتیشن نذارید ارور میگیرید. چه اروری؟ الان من اینجا مثلا دابل کوتیشن رو ندارم دیگه برای فرمت، اگر که بخوام داشته باشم میبینیم که ارور نیم میگیرم، یعنی که دابل کوتیشن قرار داده نشده برای فرمت مورد نظر ما. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام
یا کالتیدی مراجعه بکنید.